اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در شهریور ماه سال 1372 به عنوان یک رویداد بزرگ در تاریخ مقاومت انقلابی میهنمان به شمار می‌آید. سال اعضای شورا برای تصمیم گیری درباره مهمترین مسائل مربوط به مقاومت ایران از نقاط مختلف گرد هم آمدند و طی یک هفته در مجموع بالغ بر 80 ساعت در اجلاسیه شورا شرکت کردند. در پایان اجلاسیه شورا آقای مسعود رجوی در مورد دستاوردهای این اجلاسیه گفت: دستاوردهای این اجلاس بسیار مهم و تعیین کننده و تاریخی است. امروز با قطع و یقین می توانم بگویم که آلترناتیو سیاسی ما به بلوغ کامل خود دست یافته است، که البته این تلیعه آزادی و آبادانی میهن ماست. اگر شورا را به بنای باشکوهی تشبیه کنیم که آجر به آجر آن با رزم و رنج و خون و مقابله با انواع شرایط طی 12 سال بالا رفته، و یا اگر آن را به هرم تاریخی و عظیمی تشبیه کنیم، حقا امروز می توانم بگویم که این بنای باشکوه مقاومت و شرف و این هرم افتخار و سرنوشت یک خلق در زنجیر اکنون هم در پایه و قاعدش و هم در ستونها و وجوه مختلفش و هم در رأس آرم و نشانش شیر و خورشید دیگر به کمال. چند روز بعد در روز 26 شهریور ماه همان سال، یکی از مهمترین مسببات آن اجلاس در نشست بزرگ مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادی بخش ملی ایران اعلام شد. ماده هفت اصلاحی منظم به فصل اول برنامه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران مصوبه به اتفاق آراء اعضای حاضر در اجلاسیه شورا تصویب شد. مقام ریاست جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران بر عهده خانم مریم رجوی. بر مردم ایران، بر تاریخ ایران، بر مقاومت ایران، بر مجاهدین خلق ایران و بر ارتش آزادی ستان مبارک. و به این ترتیب تمام رزم و رنج ها و آتش و خون و مجاهدت نسلی که از آغاز به حق نسل انقلاب، نسل وفا و نسل حقیقت و ایمان نام گرفت و از 30 خرداد 1360 صد و هزار در راه آزادی بر تیرک‌های اعدام و بر طناب‌های دار و تخت‌های شکنجه بوسه زد، امروز در عالی‌ترین شاخسار تکاملیش به بار می‌نشیند. مبارک.